زانوی زبدری چیست؟ علائم و روش های درمان اون زانوی زبدری نوعی اختلاله که موجب میشه زانوها از راستای طبیعی خودشون خارج بشن و به سمت داخل چرخش پیدا کنند. در واقع زمانی که فرد مبتلا به این اختلال در مقابل شما می ایسته زانوهای فرد به هم نزدیک و موچ پا نسبت به هم فاصله داره بیشتر از 20 درصد کودکان 3 ساله با این مشکل دست و پنجه نرم کنند و در اکثر مواقع اختلال بعد از 7 سالگی خود به خود برطرف میشه. نزدیک شدن زانوها در افراد مبتلا به این اختلال موجب ایجاد درد و آسیب در دراز در مدت خواهد شد. بارست این علائم زانوی زبدری نزدیک شدن زانوها به هم و ایجاد فاصله بین دو قوزک پای. از طرف دیگر فردی که با این اختلال روبرو میشه معمولا به گونه خاص راه میره و در برخی از بخش های پا دردهایی رو احساس میکنه رایشترین علائم زبدری بودن زانو میتونی به موارد زیر اشاره کنی درد زانو، درد لگن، درد مچ پا، ناتوانی در جفت کردن پاها در زمان ایستادن، سفت شدن مفاصل و احساس درد. کاهش دامنه حرکتی در لگن، مشکل در دویدن و راه رفتن، بیستوباتی زانو و آرتریت پیشرونده زانو در بزرگ سالا. علت بروز زانوی زبدری معمولا زانوی زبدری یک بیماری مادرزادی و گاهی اوقات پس از ضربه یا عفونت ایجاد میشه. در ادامه میتونید با رایش در این دلایل زبدری بودن زانوها آشنا بشید. نارسایی کلیه کمبود کلسیوم کوتاهی ازاله دو سر ران نشستن به صورت قرباقی و آسیب به زانو آرتریت، افونت استخوان استخان، راشتیز، ژنتیک و آسیب صفحه رشد، تومورهای خوشخیم استخوانی شکستگی زانو، اضافی و صافی کف پا و سوء تغذیه در سن 4 و 5 سالگی. چه زمانی به دکتر مراجعه کنید؟ در صورت که کودک شما داره یکی از شرایط زیر بهتر هرچه زودتر از یک متخصص زانو یا جراح ارتوبت اطفال کمک بگیرید. زد در این بودن پاها قبل از دو سالگی و تشدید علائم بعد از هفت سالگی. نامتقارن بودن پاها متفاوت بودن طول پاها، احساس درد در زانو یا لگن و اختلال در راه رفتن. روش های درمان زانوی زبدری بیشتر کودکانی که در سنین دو تا چهار سالگی به اختلال زانوی زبدری مبتلا میشن با افزایش سن و در حدود 7 تا 8 سالگی بهبود پیدا میکنند در مواردی که کودک در کنار زبدری بودن زانو درد یا مشکلات جدی در راه رفتن و دویدن داره لازمه بعد از ده سالگی تحت عمل جراحی قرار بگیره اگر اختلال زانوها ناشی از راشیتیسم باشه معمولا اضافه کردن ویتامین دیو و کلسیوم به رژیم غذایی کودک میتونه به درمان بیماری کمک کنه در بسیاری از مواقع پزشک برای درمان زانوی زردری از کفیهای های طبی مخصوصی استفاده میکنه روش بعدی برای درمان اختلال سبدری بودن زانو استفاده از زانوبندهای مخصوصه این زانوبند ها معمولا شب ها استفاده میشن و برای اصلاح ظاهر پاها در افرادی که سابقه خانوادگی دارند بسیار موثره. کاهش وزن و جراحی پاها از روش های کمک کنندی دیگه برای اصلاح زانوی زبدری محسوب میشن. در اکثر مواقع زانوی زبدری یک مشکل زود گذره و بعد از چند سال به خودی خود برطرف میشه. اما در صورتی که این اختلال با درد و مشکلات دیگه همراه بشه نیاز به درمان و شناسایی زود هنگام داره.